سلام میدم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری. در برنامه گفتگوهای سیاسی این هفته با مجید داراوجی هستیم. سلام بر تو مجید جان. درود بر تو و بینندگان عزیز تلویزیون برابری در هر کجای جهان که هست. مجید جان، خبرها همش در از ایران درباره تشدید سرکوب فعالان سیاسی، تشدید مجازات ها علیه فعالان اجتماعی و کارگری، نویسندگان، فعالان زن، تشدید مجازات ها و اقدامات علیه زنان و بسیار سختگیری های شرعی و حکومتی و امنیتی در رابطه با کل جامعه است. حتی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که در سالی که گذشته در همه موارد نقص حقوق بشر ایران یک رکورد تازه‌ای رو بر جای گذاشته و شاهد تشدید بسیاری از این اقدامات. از اینجا که شروع کنم، دادگاه کارگران هفت تپه هم در شوش و هم در تهران در بسیاری از رسانه‌ها انتشار پیدا کرد. قاضی مقیسه، کسی که یکی از عاملین جنایت‌های دهه 60 و خصوصا سال 67 هست، حاکم شهر و رئیس دادگاه اسماعیل بخشی بود و دیگر فعالان کارگری. در این رابطه ارزیابی شما چه هست و فکر میکنید به چه دلیل این گونه با فعالان کارگری اجتماعی حکومت ایران مقابله؟ جمهوری اسلامی به اعتبار ماهیتی یک حکومت سرکوبگره، زیرا این حکومت غیر از سرنیزه در شرایط کنونی پایگاهی در درون جامعه نداره. جمهوری اسلامی در وقت امر بر توهم توده‌ای سوار بود. مردم متوهم، به خصوص مردم مسلمان، مردم پاکدل، به این حکومت دل بسته بودند که این حکومت به مشکلات اجتماعی اونها، به مشکلات زندگی اونها توجه داشته باشه. ادعای این که ما حکومت مستضعفیم باعث شده بخشی از توده ها نسبت به این حکومت متوهم بشن. از زمانی که این توهم ریخته، حکومت سرکوبش رو اوریانتر کرده. اگرچه در دهه 60 حکومت یک سرکوب خونینی را از سازمان‌های سیاسی به عمل آورد و بی اقراق بین 20 تا 30 هزار فعال سیاسی از سازمان‌های مبارز، چهره‌های انقلابی، از دانشجو، کارگر، معلم، استاد دانشگاه و فعال اجتماعی را به چوبه دار بست، اما در 3 دهه گذشته همواره مثل یک پاندول رفتار کرده. یعنی یک مدت کوتاهی یک فضایی را نسبتاً باز میذاره، مثلا اجازه میده تعدادی از کتابهایی که مدتا زیر سانسور موندن انتشار پیدا میکنن، اجازه میده بعضی از فعالا بیانیه‌هاشون صادر کنن، اما بار دیگر با شدت شروع میکنه به بازداشت. اینکه آمار در واقع سازمان ملل در مورد یک سال گذشته ایران دائر بر تشدید خشونت، یک دلیل اساسیش این است که جامعه در ظرف یک سال گذشته بحرانی تر شده، به اعتبار ایجاد فضای اختلافی در جامعه مردم به طغیان رسیدن. گاهی از اوقات در واقع زنان، دانشجویان، دختران، کارگران تا آخرین مرحله پیش رفتن، یعنی به اونجایی که گفتن مگه غیر از مرگ دیگه چاره دیگری هست. در این صورت هست که حکومت میبینیم از یک طرف
فشار اقتصادی با تحریم‌های جدید آمریکا تشدید شده، کشورهای اروپایی و آسیایی از بیم آمریکا به نوبه خود بعضی از معاملات را با جمهوری اسلامی به هم زدند. سرمایه‌گذاری در امر نفت و گاز دوباره به نقطه صفر رسیده. تحریم فروش نفت جمهوری اسلامی را در بن‌بست قرار گرفته و بیم یک شورش توده‌ای از هر زمانی در طی 40 سال حکومت جمهوری اسلامی بیشتره. وقتی که جمهوری اسلامی این خطر را احساس میکنه، در نتیجه به ملایمترین جریان ها هم رم نمیکنه. کانون نویسندگان ایران در ظرف این 20 سال گذشته تلاش نموده در چارچوب همین جمهوری اسلامی، در چارچوب نهادهای جمهوری اسلامی فعالیت کنه، در حالی که جمهوری اسلامی جلو همه فعالیتاش گرفته. حتی برای 20 سال اجازه ندادن مراسمی بر مزار احمد شاملو، شاعر نامدار و گرانمایه ایران و جهان، برگزار بشه. خب اینا نشانه ایست که حکومت تشدید سرکوب را در برنامه خودش قرار داده. از وقتی که آدمی به اسم ابراهیم رئیسی که معروف است به آیت الله اعدام در صدر قوه قضاییه می نشونن، نشانه این است که حکومت شروع میکنه به تشدید سرکوب. خب این تشدید سرکوب یک وجهش علیه کارگران است، یک وجهش علیه زنانه، وجهش علیه فعالین مدنی، وجهش هم علیه توده مردمه. یعنی چی؟ یعنی الان مردم به لحاظ مواد غذایی در مضیقه هستن. حداقل حقوقی که دولت تعیین کرده به هیچ وجه کفاف زندگی یک خانواده 4 نفره رو نمیده، در حالی که بر مبنای ارزیابی حکومت 7 میلیون تومان ضروری است برای زندگی یک خانواده 4 نفره و بر این مبنا بیش از 60% جمعیت کشور زیر این فقر زندگی میکنن. یعنی دامنه ای که خود حکومت تعیین کرده نمیخونه. در نتیجه حکومت چه میتونه بکنه؟ روحانی در آخرین سخنانش باز هم دروغ گفته، به مردم وعده دروغ میده که ما آمدیم از بخشی از این قرارداد اتمی، از برجام اومدیم بیرون، ولی برجام را لغو نکردیم، ما همچنان در برجام هستیم، قدم به قدم از برجام رفتیم. اما در همون زمان دسته سینه‌زنی را میندازن که ما بمب اتم میسازیم. یعنی حکومت از یک بر ادعا میکنه که تلاش نظامی نداره، از سمت دیگر تلاش نظامی داره. توده مردم در فقر و مزلت هستن. نماینده حکومت حوثی ها به تهران میاد برای دریافت سلاح و انعام، یعنی برای دریافت سلاح بیشتر، برای دریافت پول بیشتری. یعنی حساب میکنیم جمهوری اسلامی که توانایی فروش کمتر از 1 میلیون بشکه نفت را در روز داره، هزینه جنگش در لبنان، هزینه جنگش در سوریه، هزینه جنگش در یمن افزایش پیدا کرده. خب در این شرایط چه میتونه بکنه؟ یا بایستی به رأی مردم تسلیم بشه، یا بایستی دامنه سرکوب را ببره بالا. رأی مردم چیه؟ نهادهای مدنی، فعالین مدنی، از یک طرف کارگرانی که مدت‌ها بازداشت شدن، در ظرف این 40 سال گذشته سیاست جمهوری اسلامی با کارگران سیاست میشه گفت تا حدودی مماشات بوده. یعنی خواسته کارگران را مثلا کمتر زندانی کنه، بهشون مرخصی بده، از کارگران اعدام نکنه، اگر اعدام کرده به عنوان
عضو سازمان‌های سیاسی یا فعال سازمان‌های سیاسی اعدام کرده، به هیچ وجه به عنوان فعال کارگری اعدام نکرده، اما الان می‌بینیم روی فعالین مدنی فشار میاره، روی فعالین کارگری فشار میاره. کارگرانی که حالا بهش می‌پردازیم، به دادگاه رفتن، برخورد دادگاه رو با کارگران می‌گیم جداگانه، زنانی که از ابتدایی ترین حق خود یعنی آزادی پوشش دفاع می کنن. از ابتدایی ترین حق خود یعنی حضور در میدانهای ورزشی، دخترانی که با لباس پسرانه یا لباس مردانه وارد استادیوم شدن در همونجا بازداشت شدن و به دادگاه رفتن که شلاق بخورن. یعنی حکومت هنوز هم پس از 40 سال به زنان و دختران آزادی پوشش نمیده، آزادی حضور در میدانهای ورزشی به عنوان تماشاچی نمیده. خب این حکومت مشخصه وقتی که چنین برخوردی را داره در برابر جریانی که میگن آقا استعفا بده تا قانون اساسی عوض بشه، مسلم شدت عمل به خرج میده. اما چرا حکومت در برابر 14 نفری که در طی یک بیانیه خواستار استعفای خامنه‌ای شدن، گفتن آقای خامنه‌ای شما استعفا بدید تا در یک انتخابات آزاد مجمعی تشکیل بشه، قانون اساسی مناسب با امروز جامعه ایران تصویب شه. اینها در ظرف این یکی دو ماه گذشته با اینها مماشات کردن به خاطر اینکه می‌خواستن دامنه سرکوب را تشدید کنن، شمار بیشتری را بیارن، ببینن چه کسانی پشت این 14 نفر هستن. حتی در یک مصاحبه‌ای که صادق زیبا کلام با محمد نوریزاد داره میگه شما کیا را دارید؟ میگه خب ما اگر کسی را داریم که امروز نمیتونیم به شما معرفی کنیم، شما که میگید من تفنگ دستی گیرم در جا اینا را بکشیم. واقعیت قضیه این است که اینها تلاششون این بوده که چهره های بیشتری را شناسایی کنن و اگر در این چند هفته مماشات کردن دنبال این بودن که دامنه بازداشت ها را بالا ببرن. اما میشه گفت که مردم ایران هم به درجه از فهم، ارتقا و آگاهی رسیدن که با حکومت درست برخورد کنن. یعنی این 14 نفر میتونست 14,000 امضا هم پشتش بیاد، 140,000 امضا هم پشتش بیاد، اما قدم به قدم گذاشتن که ببینن واکنش حکومت چیه. واکنش بعدی مردم به مراتب شدیدتر خواهد شد، درخواست ها به مراتب بالاتر خواهد رفت. اون چرا که من بتونم بگم این است که در شرایط کنونی میتونم این نکته را بگم که حکومت از هر زمانی بیشتر احساس خطر میکنه. این احساس خطری که حکومت میکنه در درجه اول به سمت کارگران، زیرا توان و نیروی طبقه کارگر که میتونه چرخ اقتصادی مملکت را فلج کنه از هر جریان مهمتره. به همین دلیل فشار بر کارگران افزایش یافته و پس از اون فعالین مدنی هستند، فعالین خلق ها هستند. البته حکومت چشمکی زده به سازمان های سیاسی کرد که اینها را در واقع در این مرحله از مبارزه، از مبارزه توده ای جدا کنه. همون کاری که اردوغان در ترکیه انجام داد، هنگامی که مردم به خیابان‌ها ریخته بودند و افشاگری می‌کردند راجع به دزدی‌های اردوغان و خانواده‌اش، اینها با عبدالله اوجلان در زندان ساختند و عبدالله اوجلان از کردها درخواست کرد که در تظاهرات ضد رشوه‌خواری شرکت نکنند. این چشمک را هم ما امروز در جمهوری اسلامی می‌بینیم که به 4 تا از سازمان‌های کرد داده تا مبارزه
40 ساله مردم کرد را که با مبارزه کارگران و زحمتکشان سخت سر ایران عجین شده جدا کنه. این در واقع اون نقطه و گرگاهی است که جمهوری اسلامی احساس خطر میکنه. خطر اینجاست، یعنی احساس کرده وقتی که فساد به اوجش رسیده، همه جا صحبت از فساده، خودش میاد چند چهره فاسد رو بازداشت میکنه، اما اونور میپردازه به محاکمه کارگران، زنان و فعالین حقوق مدنی و نویسندگان و شاعران. در مجموع الان ما در دادگاه، یعنی دادگاه اسماعیل بخشی، روز اولش که با توهین مقایسه علیه اسماعیل بخشی و کارگران هفت تپه شروع شد، توی شوش هم همینطور برخورد خیلی خشنی کردن به کسانی که علیه این محاکمه در واقع تجمع کرده بودن، بسیاری رو محاکمه کردن و محکوم کردن، تا حدی خواهان این شدن که حتی کارفرمای دزد هفت تپه باید برای اینا به اینا رضایت‌نامه بده که اینا رو ببخشن اونا که در شوشن. ولی در تهران اسماعیل بخشی گفت که خط قرمزش کارگران هفت تپه و خواستهاشون و نمایندگانشونه و هیچ در واقع توهینی رو نمیپذیره. این مجموعه، این روحیه قهرمانانه و در واقع مقاومت که هست در کنار مقاومتی که جعفر عظیم‌زاده یا علی نژادی یا محمود بهشتی و رسول بداوی و بسیاری دیگر از زندانیان داشتند، در کنار سپیده قریان با نامه‌هاش، با نامه‌هایی که بقیه زندانیان و بازداشتی‌ها علیه شرایط زندان و علیه سیاست‌های حکومتی نوشتن، بیانگر یک روحیه‌ای که چه توی جامعه هست. یعنی این روحیه رو چطور شما ارزیابی می‌کنید؟ چون مثلا در گذشته اگر یادتون باشه، مثلا دهه 60 خیلی ها رو که همه رو شکنجه میکردن ولی هیچ کس از شکنجه نمیگفت. از دهه زندانیان دهه 88 رو، یعنی دهه 80 و خصوصا 88 ها رو همه رو شکنجه کرده بودن، آوردن توی دادگاه‌های تشریف عقاید، همه اعتراف کردن به اون چیزهایی که در واقع دولت میخواست و سازمان اطلاعات و امنیت. ولی اینا، این دو نفر اومدن و مثل خیلی های چند نفر دیگری اومدن گفتن ما رو شکنجه کردیم، این چیزا ساختگی، این اعترافات ساختگی دیگه کارایی نداره. یا مثلا شما اعترافات ساختگی که اون کسانی که به اصطلاح میخواستن دانشمندان اتمی رو بکشن یا کشته بودن، شما شاهدین که یک گزارشات انتشار پیدا کرد، طرف پناهنده شده در آلمان و گفته که بعد از مدت ها که حتی میدونستن که ما هیچ کاره ایم، جنگ بین اطلاعات سپاه و اطلاعات امنیت ماها رو داشتن قربانی میکردن که بگن که ما کشتیم اون دانشمندان رو، و حتی اعتراف کردن تو صدا و سیما. این داستان اعتراف های ساختگی که زیر شکنجه هست تا حد زیادی رنگ باخته است، به قول معروف نخنما شده. چرا همچنان این حکومت این رو به کار میگیره در کنار اون روحیه بسیار بالایی که در واقع زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی دارن؟ ببینید، در همون دوره هم در دهه 60، 70 و 80 که چهره های شکسته ای را به نمایش گذاشتن، در همون زمان هم ده ها هزار زندانی سیاسی پای چوبه دار رفتن با شعار زنده‌باد آزادی، شعار زنده‌باد سوسیالیسم، با شعار مرگ بر ارتجاع، مرگ بر جمهوری اسلامی. چنین نبوده که همه را شکستن، چهره هایی را شکستن، اما اون بخشی را شکستن. من منظورم نبود که اونا این خب بخشی را که کسانی را خب زیر شکنجه از پای در آوردن، اما اون چی که امروز اتفاق افتاده، امروز دیگه اون زمان گذشته.
چرا؟ چون جامعه به یک بنبستی رسیده دیگه. حتی اگر بخشی قلیان دیگران می اومدن حتی اعتراف بکردن، می گفتن نه ما اشتباه کردیم، ما نیستیم، ما را فریب دادن، مشکلی حل نمیشه. مشکل جامعه اینجاست که جامعه به بنبست رسیده. حاکمه که داره بخشی را محاکمه میکنه میگه شما شعار شکمی و زیر شکمی دادید، گفتید نانکار آزادی. آره نه، گفتید آزادی، گفتید کار، گفتید نان. نان شکمیه، کار شکمیه، آزادی هم شکمیه، رئیس شکم و زیر شکم. کدام احمق دیوانه در تاریخ پیدا شده که بگه شعار آزادی احمقیه؟ تنها یک قاضی احمق جمهوری اسلامی میتونه آزادی را که میلیون ها نفر به پاش مردن، میلیون ها نفر در راهش جان باختن، بگه این شکمیه. پس جمهوری اسلامی که میگفتید استقلال آزادی، پس شما هم شکم میخواستید، پس این جمهوری اسلامی را شما برای شکم میخواستید. آقای قاضی که الفبای حقوق را نمیدونی، الفبای جامعه را نمیدونی، اهانت به مردم میکنی. اون چی که در دادگاه روی داده بازتاب یک واقعیت است. واقعیت این است که کارگران هفت‌تپه را مجانی فروختن. آدمی که مسئول فروش سرمایه های دولتی است، خود جمهوری اسلامی بازداشتش کرد. جمهوری اسلامی همه این خصوصی سازی ها را به چهره های خودش داده. اینها کارخونه ها و تأسیسات مملکت را میبرن، تعطیل میکنن و میفروشن. برای نمونه پالایشگاه نفت کرمانشاه اولین پالایشگاه ایران بود، توسط انگلیسی ها ساخته شده، پس از ملی شدن نفت در اختیار ایران بوده. این پالایشگاه روزانه 20,000 بشکه نفت را تسلیم کرده. این پالایشگاه را فروختن به بخش خصوصی، به یک آقای که فروختن یا یک خانمی یا یک خانواده ای، پالایشگاه را تعطیل کرده، تمام تأسیساتش فروخته، آخرین حلقه آهنش هم باز کرده فروخته و از زمینش برداشته پالایشگاه شروع کرد، از فروخته پالایشگاه. آره این آقا که پالایشگاه را خریده، کارخونه را تعطیل کرده، کارگران و کارکنان را بیکار کرده، صدای اونها به جایی نرسیده. بعد از اون شروع کرده به فروش تأسیسات کارخونه، حتی آخرین حلقه آهن و پلاستیکش هم فروخته، زمینش صاف کرده، تبدیل شده الان به واحد مسکونی. چند هکتار زمین به قیمت خیلی بالا تبدیل میشه به ساختمان. خب تصورش هم بکنید، یک واحد تولیدی که نزدیک 100 سال سابقه تولید داره در کشور، به جای اینکه مدرنیزه بشه، بازسازی بشه، مواد مورد نیاز 5 استان غربی و شمال غربی کشور را تامین کنه، بسته میشه. همین بلا سر کارخونه در واقع تصفیه نفت تبریز اومده، اصفهان اومده، عراق اومده. خب به تأسیسات کارخونه میرسید، تأسیسات کارخونه به فروش میره، کارگران و کارمندان بیکار میشن و اونها چه کار میکنن؟ جز این راهی ندارن که بگن ما کارخونه را باید شورایی اداره کنیم، شما که عرضه ادارشو ندارید به ما بسپارید که شورای کارگران ادارش کنه، شورای زحمتکشان ادارش کنه. ما اداره شورایی را میخواهیم، ما با نظام شورایی این تأسیسات را بازسازی میکنیم،
بازسازیش به کارگران و کارمندان امکان میدین، اشتغالشون رو ادامه بدن. شما توده مردم رو بیکار میکنید بدون اینکه بتونید به مردم پول بدید. در نتیجه وقتی که شعار شورا میاد، شعار کار میاد، شعار نان میاد، شمار آزادی میاد، این شعارها یعنی استقرار یک نظام سوسیالیستی در برابر این نظام سرکوبگر سرمایه‌داری که با تبرک اسلامی ایدئولوژی شده. این ایدئولوژی، ایدئولوژی کاذبه، ایدئولوژی دزدیه، غارتگریه، مملکت برباد دادنه و بیکارسازی توده ای. در این کشورهای اروپایی وقتی یک کارخونه تعطیل میشه، تمام تأسیسات حتی کلیسا به جنب جوش میفتن تا جلوگیری کنن از تعطیل کارخونه. ولی در اون کشور مثل برگ خزان کارخونه ها، تأسیسات، کارگاه ها را زمین میریزن و تعطیل میکنن. خب در نتیجه نماینده کارگران میبایستی تا پای مرد بیسته بگه شعار ما درست بود، حرکت ما درست بود، شما اشتباه میکنید. و اون روزی که مردم شما رو پایین بکشن چندان دیر نیست. اگرچه کارگران هنوز هم سر موزه با قدرت ایستادن، اما روزی که توده مردم به جنبه بیگمان همه این فانتزی های دادگاه را یک شبه میروزن. دادگاهی در کار نیست، اصلا نمیتونه دادگاه باشه. این دادگاه وقتیست که مردم در انتخاب شرکت داشته باشن. دادگاه برگزیده رهبر، برگزیده آدم خوش هستن. این حکومت آدم خوشیه، حکومتی نیست که مردم انتخاب کرده باشن. اگر مردم به جمهوری اسلامی رای دادن، از اون رای 40 سال گذشته، به اون رای هم جمهوری اسلامی پابند نبوده. یه حکومت قدران به دیکتاتوری است که اول قربانیش هم کارگرا هستن. چرا؟ به خاطر که جمهوری اسلامی خطر جدی را در حوزه کارگری میبینه. رژیم شاه را اعتصاب کارگران، معلمان، دانش آموزان از کادر آوردن. این جمهوری را هم اعتصاب سراسری کارگران، آموزگاران و دانش آموزان از کادر میارن. به همین دلیل حکومت یک گام جلوتر گذاشته، تشدید سرکوب را با قضیه به اصطلاح تعقیب مجازات دزدها شروع کرده. اما رهبری کشور دزده، دزد در خانه رهبره، دزد در کاخ ریاست جمهوری است، برادر رئیس جمهوره، برادر معاون رئیس جمهوره، همکار فرزندان رفسنجانی هستند، همکار فرزندان خامنه‌ای هستند. خب طبیعیه در کشوری که قاتل پس از 2 ماه از کشور خارج میشه، کارگری که شعار نان شورا آزادی میده باید در زندان باشه، باید محکوم بشه، باید مجازات بشه. مگه خیر از این؟ حقیقت شده که شما به درستی گفتید که این دستگاه قضایی الان که دست قاتلان و قارتگران و دزد هاست، لاری خانواده لاریجانی که دزدان بزرگ زمینخوار و در واقع حتی جاسوسان انگلیسی هم به قول مردم، و خود رئیسی که رئیس قاتلان بود و مقایسه که از جلادان 67، همه اینا دستشون در دست رهبر و دستگاه دولتی برای قارت و ویرانسازی های بزرگیه که جامعه ما درش هست. در دوری 40 ساله میشه گفت که ما شاهد یک سیاست سازمانیافته ویرانسازی در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بودیم و انحطاط بزرگی رو شاهدیم. بسیاری از به قول شما
مردم دیگه امیدشون رو از این نظام بریدن و امید به هر گونه تغییری خصوصا از دیماه 96 در واقع رخت بسته از جامعه ما و در واقع به گونه ای که همه خواهان رفتن این رژیم هم. تلاش ها برای ساختن آلترناتیو های مختلف در مقابل حکومت و چگونگی رفتن این حکومت مدام مورد بحث و کنکاش و انتخاب مردمانی که در مقابلش هستند. در این رابطه ما شاهد انتشار بیانیه 14 نفر از فعالان سیاسی برای استعفای خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی بودیم و بعداً فعالان 14 فعال زن و فعالان دیگر و بسیاری از پشتیبانان که از مسئله در واقع استعفای خامنه‌ای و پایان دادن به حکومت اسلامی از طریق صلح‌آمیز و از طریق رأی و اراده عمومی که اقدام کردند. الان ما شاهد دستگیری این فعالان در واقع اجتماعی هستیم که فعالان سیاسی که خواهان استعفای خامنه‌ای شدند. دلیل این در واقع خشونت و در واقع بازداشت این فعالان چه هست؟ اونا که در واقع خواستی رو مطرح کردن که حتی میشه در چارچوبی خود این حکومت هم این خواست رو داشت، حالا هرچند به قول معروف مخالف باشه. خود جمهوری اسلامی پس از مرگ خمینی قانون اساسی را تجدید نمود. بنابراین هیچ قانونی مقدس نیست. اون قانونی مقدس است که در خدمت توده ها باشه. خب ما در طی این یک دهه به خصوص شاهد این بودیم که چهره های با قاطعیت از موضع مدنی ایستادن. عبدالخالق سلطانی اولین رئیس انتخابی کانون وکلای ایران بعد از انقلاب بود. الان بیش از 10 سال زندان، به 18 سال زندان محکوم شده. چرا؟ به خاطر که از موضع حقوق بشر دفاع کرد. موضع حقوق بشر یعنی چی؟ یعنی اگر زندانی را گرفتی در چارچوب عدالت اون را محاکمه کنی، به اون اجازه بدید که وکیل بیاد. دفاع از حقوق بشر به معنای سرنگونی نیست. خانم نسرین ستوده به جرم دفاع از زنان به 38 سال زندان محکوم شده. خانم نرگس محمدی همچنین. خب ما نگاه میکنیم میبینیم که این 14 نفر اولا شهامتشون در خور تمجیده، اما اقدامشون در چارچوب حکومت. اینا اومدن گفتن ما در چارچوب دموکراسی، در چارچوب حقوق انسانی نگاه میکنیم به جامعه. شما جامعه را فلج کردید، ملت را به افلاس کشیدید، پایان خطه. شما بدون خونریزی استعفا بدید، تشریف ببرید حوزه، ضرب و ضربود انجام بدید، اجازه بدید در مملکت یک انتخابات آزاد انجام بگیره، طی یک انتخابات آزاد قانون اساسی جدید سرنوشت جامعه را تعیین کنید. تا اینجای قضیه نه دست به سلاح بردن، نه دست به افشاگری خیلی گسترده ای کردن و نه زورآزمایی کردن. شهامت 14 نفری که بیانشون رو روشن کردن در خور تمجیده. همین کاری که فرض کنیم آدمی مثل سید جوادی در زمان شاه انجام داد، با این تفاوت که سید جوادی افشاگری کرد، اینا افشاگری نکردن. خب حکومت به جای پاسخ منفی به اینها بایستی پاسخ بده، بگه چرا من نمیخوام تجدید انتخاب کنم، بگه مملکت گل و بلبله پس این همه فساد چیست، بگه مملکت گل و بلبله پس این همه بیکار چیست، این همه گرسنگی چیست، این فساد و فحشا چیه. خب نیست، بایستی پاسخ بده.
مگر خامنه ای میخواد چقدر حکومت کنه؟ 30 سال رهبره. در ظرف این 30 سال مملکت را روز به روز ویرانه تر کرده. در مردم این حکومت امید کاذب ایجاد کرد. یک روزی طالقانی امید کاذب، یک روزی آیت الله منتظری امید کاذب، یک روزی هاشمی رفسنجانی امید کاذب. امروز خوشبختانه در درون حکومت امید کاذب هم نیست و این خیلی خوبه. و همین دلیل فعالین کارگری، فعالین حقوق مدنی، حقوق دانان، فعالین کانونهای صنفی، فعالین کانون رسیدگان با قاطعیت بسادن، فعالین دانشجویی با قاطعیت بسادن میگن ما سوسیالیستیم، ما غیر از سوسیالیست چیز دیگه نمیخوایم. شما چه میگی؟ این حکومتی که شما میگید حکومت سرکوبگره، حکومت غارتگریه، ما حکومت زحمتکشان میخوایم. خب به این اعتبار ایستادن این نمایندگان کارگران، نمایندگان فعالین مدنی و 14 نفر در خور ستایشه. حتی اگر حکومت چهره‌های از اینها را بشکنه، به هیچ وجه حرف دل اینا نیست. حرف دل اون 14 نفر همون نامه ایست که امضا کردن. حرف کارگر آگاهی مثل بخشی، مثل خانم قلیان، اون چیزیست که گفتن. اگر بعدن اینا را زیر شکنجه بشکنن، به تلویزیون بیارن، هیچ چیزی از شخصیت اینها کاسته نمیشه، هیچ حرجی هم برای جمهوری اسلامی ایجاد نمیکنه. جمهوری اسلامی در واقع روی طوفانه. این طوفان هر لحظه ممکن است به پا بشه و این حکومت نمیتونه حکومت پایداری باشه، اگرچه 10,000 تن دیگه از مبارزین را بکشه، اگرچه 100,000 تن دیگه از فعالین را به بند بکشه. این حکومت در پایان خطه. این شیوه برخورد شیوه پایان خطه، شیوه یک حکومتی که به بقای خود امیدوار باشه نیست. در واقع میشه گفت که بر سرنیزه میشه تکیه داد، اما نمیشه برش نشست. در حکومت اسلامی بر این سرنیزه نشسته و به قولی در بنبست بین وقوع جنگ، وقوع انقلاب و وقوع شورش‌هایی که در واقع پایان حکومت رو رقم می‌زنه. درود بر شما رفیق مجید داناویدی و شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری که به این گفتگو توجه سرفراز باشید. به امید سرنگونی جمهوری اسلامی.